ژنرال مارک کیمی، دستیار سابق وزیر امور خارجه در امور سیاسی و نظامی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای کیمی خوش آمدید. بسیاری از شهروندان افغانستان بر این باورند که تمام هزینه‌های 20 ساله در این کشور با حضور دوباره طالبان از بین رفته. برداشت شما از این سالها هزینه در پروژه‌های مختلف سیاسی، نظامی و مدنی چه است؟ Well, I think all of us are pretty saddened by the fact that after 20 years, که بعد از 20 سال ممکنه که تمام دستاوردهایی که به دست اومده در جامعه افغانستان، هم در زمینه آموزش پرورش، هم در زمینه حقوق بشر، هم حقوق زنان، همه ما ناراحت هستیم که ممکنه دستاوردها از بین بره با حضور طالبان و با سرکار بردن یک دولت طالبانی. طالبان البته دارن میگن که به همین حقوق احترام میگذارن، اما فکر میکنم اکثر ما دیدیم که طالبان چه جوری هستن در گذشته، دیدیم چطور عمل کردن، و اگرچه الان دارن سعی میکنن که دیگران رو چهره خوبی از خودشون نشون بدن، اونها احتمالاً به رفتارهای گذشته خودشون برخواهند گشت، همون رفتارهایی که ما در گذشته دیدیم که از جمله منجر شد به حملات 11 سپتامبر. جنرال کیمیت، امروز سران گروه 7 در بیانیه خودشون به عدم همکاری گروه طالبان با گروه‌های تروریستی دیگه تاکید کردن. آیا با سابقه ای که از طالبان داریم خودتون بهش اشاره کردید، آیا این بیشتر یک خوشبینی سیاسی نیست؟ فراتر از حتی خوشبینی صرفه و واقعا توهمه که اینطور فکر بکنند. طالبان در دوحه قول داده بود، وعده داده بود که گروه های مثل القاعده و داعش هرگز نتونن برگردن به افغانستان و دوباره اونجا فعالیت بکنن و اجازه نخواهند داشت که در افغانستان فعالیت کنن. اما پیشاپیش ما داریم میبینیم که تعهدات و وعده هاشون رو بهشون بی‌اعتنایی کردن یا کاملا اونها رو نقض کردن گروه طالبان. اولا طالبان اصلا قابلیت و توانایی رو ندارن که جلوی بازگشت این گروه ها رو بگیرن و تمایل و اراده این رو هم ندارن که جلوی فعالیت این گروه ها رو بگیرن و احتمالاً ادامه میدن که اجازه میدن که این گروه ها به فعالیتشون ادامه بدن. آیا اساساً چیزی به اسم دستاورد آمریکا در این 20 سال حضور در افغانستان میتونیم ازش نام ببریم؟ Well, I think the one achievement that we can say is we gave them a chance. اشاره بکنیم اینه که ما به اونها یک فرصت دادیم. به افغانستان این شانس و این فرصت رو دادیم که از یک سبک زندگی بدوی که بعد از حملات 11 سپتامبر داشتن بتونن به حالتی برسن که اصلاحات مختلفی داشته باشن، اصلاحات در جامعهشون انجام بدن و جامعه‌ای داشته باشن که درش حقوق بشر رعایت بشه. اما در نهایت امر در تمام همین سال‌ها اندام تنها چیزی که میتونیم بهش افتخار بکنیم و بگیم این است که حداقل بهشون یک فرصت دادیم. جنرال کیمیت، شما ابتدای صحبت گفتید که احتمالاً طالبان به رفتارهای گذشته خودشون برمیگردن. آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا چنین برداشتی رو ندیده بودند که به این سرعت دستور خروج از افغانستان رو صادر کردن؟ Well, I think of course they did. البته که اونها هم این رو می دیدن. اما همونطور که گفتم طالبان در چند سال اخیر سعی کرده که چهره خوبی از خودش نشون بده و فریب بده از طریق ارتباطات و روابط عمومی و عملیات روانی سعی کرده این کار رو انجام بده، از جمله از طریق رسانه ها، و در نتیجه تونستن خیلی از مخاطبانشون در دنیا متقاعد کنن که یک طالبان جدیدی رو ما الان داریم میبینیم، طالبان عوض شده. اما ما باید این رو تشخیص بدیم که اونها نمیتونن این بازی رو ادامه بدن و بالاخره به همون رفتارهایی که قبلا داشتن برخواهند گشت. ژنرال مارک کیمیت، دستیار سابق وزیر امور خارجه در امور سیاسی و نظامی، ممنون از همراهی شما. Thank you.